چاو توتی، سلام به همه دوستای عزیز، امیدوارم که حالتون خوب باشه. دوستان امروز اومدم یا امشب اومدم در رابطه با ای پرونومی دیرتی ا ایل وربو اوره براتون صحبت بکنم. ای پرونومی دیرتی ا ایل وربو اوره یا همون زمان مفعولی مستقیم و فعل اوره میخوام براتون توضیح بدم. این ایتالیانو ابیامو اونا رگولا پارتیکولاره. توی زبان ایتالیایی دوستان یک رگولا یا یک قانون به خصوصی وجود داره. چی هستش اون قانون به خصوص؟ quando abbiamo i pronomi diretti lo, la, li, le e il verbo avere come un verbo principale che indica possesso dobbiamo aggiungere un extra c. توی زبان ایتالیایی دوستان وقتی که یک کدوم از این ضمایر مستقیم، ضمایر مفعولی مستقیم لو، لا، لی، له به همراه فعل avere که در نقش چی هستش؟ در نقش فعل اصلی و نشون دهنده مالکیت هستش، باید یه دونه چی رو ما اضافه بکنیم که توی اینجا وقتی که چی میاد به یک کدوم از این ضمایر لو، لا، لی و له باشون ترکیب میشه، تبدیل به یک ضمیر ترکیبی میشه و به چه تغییر میکنه. دقت کردید؟ به چه تغییر میکنه. اینو حواستون باشه دوستان. و از اونجایی هم که فعل اوره با یک حرف صدادار یا یک وکاله شروع شده، همون آکا صدای او رو میده دیگه، دقت کنید، به خاطر همین این ضمایر مفعولی مستقیم لو که برای مفرد مذکر هستش و لا که برای مفرد مؤنث هستش، اون او و آشون رو از دست میدن، میفته اون او و آ، دقت کنید، و تبدیل به ال آپوستروفو میشه. فقط توی این دوتا ضمیر ها، توی این دوتا ضمیر مفعولی مستقیم مفرد مذکر لو و مفرد مؤنث لا، اون دوتا حرف او و آ میفتن و تبدیل به ال آپوستروفو میشه. مثل این مثالی که براتون میزنم، میگم که ای ایل فولیو یعنی کاغذ داری؟ اینو میخوام با این فرمت جواب بدم، میخوام بگم که بله دارم. چرا؟ چون هم فعل اوره اومده به عنوان فعل اصلی که داره یه چیز مالکیت رو زیر سوال میبره و میخوایم از این ضمایر مفعولی مستقیم هم اضافه استفاده کنیم به جای ایل فولیو. چجوری میتونیم جواب بدیم؟ میخوام بگم بله دارم، میشه سی چلو. دقت کنید، اون ال آپوستروفو همون ضمیر مفعولی مستقیم چی هستش؟ لو هستش. ایل فولیو مذکر مفرد هستش، ضمیر مفعولی مستقیمش میشد لو، منتها از اونجایی که باید اون اش میافتاد و تبدیل به ال آپوستروفو میشد، شد سی چلو، بله دارم. یا مثال بعدی هم نمیخوام جمع بگم، میخوام بگم که چند تا کاغذ داری، چند تا برگه داری. میپرسن که ای ای فولی، ای ای فولی یعنی چند تا برگه داری، چند تا کاغذ داری. میخوام با همین فرمت جواب بدم که بگم بله دارم. چجوری میشه؟ میشه سی چلیو، سی چلیو. دقت کردین؟ لی همون ضمیر مفعولی مستقیم ای فولی هستش دیگه، چون جمع هستش و مذکرم هستش، ضمیر مفعولی مستقیمش میشد لی، بس شد سی چلیو. یا مثال بعدی، ای لا پنا، ای لا پنا خودکار داری؟ میخوام جواب بدم که سی چلو، بله دارم. ال آپوستروفو همون ضمیر مفعولی چی هستش؟ لا پنا که مفرد مؤنث هستش، منتها اون آش افتاد، تبدیل به ال آپوستروفو شد، شد سی چلو، بله دارم. یا مثال بعدی همون جمع میخوام بگم، میگم که ای لپنه، ای لپنه یعنی چند تا خودکار داری؟ چجور جواب میدم؟ چند تا جمع شد، میگم سی چله او، سی چله او. چرا له؟ چون له همون ضمیر مفعولی مستقیم مؤنث جمع هستش، پلورال هست دیگه، میشد له دیگه ضمیر مفعولی مستقیمش، به خاطر همینم شد سی چله او. دقت کنید، پس از آن زمانی که از فعل اوره به عنوان فعل اصلی که نشان دهنده مالکیت هستش به همراه یک کدوم از این ضمایر مفعولی مستقیم لو، لا،
لل و لی میخوایم استفاده بکنیم، باید از چی استفاده کنیم که چی هم سی ترانسفورما چه، چی هم تغییر میکنه به چه دیگه، چون میشه یک ضمیر ترکیبی، بس میشه چه دیگه، نمیگیم چی، میگیم چه. حالا چند تا تمرین با هم بکنیم با استفاده از این فرمت. میخوام بگم که ماشین داری، میگم که ای لامکینا، ای لامکینا، چجوری میتونم جواب بدم؟ میخوام بگم بله دارم، دقیقا میشه سی چلو، سی چلو. چرا؟ چون لامکینا مفرد مؤنث هسته، ضمیر مفعول مستقیمش هم میشد لا، اون میافتاد ال آپوستروفو میشد، پس میشد سی چلو. دقت کنید. یا مثال بعدی میخوام بگم که بلیت داری، ای ایل بیلیتو، ای ایل بیلیتو، میخوام بگم که بله دارم، میشه چی؟ سی چلو، سی چلو، بله دارم. چرا؟ ایل بیلیتو مفرد مذکر هستش، ضمیر مفعولی مستقیمش میشد لو، منتها توی این فرمت اون اوی باید میفتاد، الا آپوستروفو میشد دیگه، پس شد سی چلو، بله دارم. یا مثال بعدی میگم که ای لکیاوی، ای لکیاوی، یعنی کلید داری، کیاوی اینجا جمع دیگه، لکیاوی جمع مؤنث هم هستش، چجوری میتونم جواب بدم؟ میخوام بگم نه کلید ندارم، کلیدها رو ندارم، جمع. چجوری جواب میدم؟ میگم که نو نون چلئو، نو نون چلئو. چرا؟ چون لکیاوی جمع مؤنث هستش، ضمیر مفعولی مستقیمش میشد ل، بنابراین شد نو نون چلئو. یا آخرین مثال میخوام بگم که کی چند تا کتاب داره، کی چند تا کتاب داره. حالا تو جوابش میخوام بگم که کریستینا چند تا کتاب داره، چجوری میتونم جواب بدم؟ میپرسم که کی ا ای لیبری، کی ا ای لیبری، کی چند تا کتاب داره. ای لیبری چی هستش؟ جمع مذکر هستش دیگه. تو جواب چجوری میتونم بگم؟ میخوام بگم که کریستینا چند تا کتاب داره، میشه چلی ا کریستینا، چلی ا کریستینا. دقت کنید، چون ای لیبری جمع مذکر هست، ضمیر مفعول مستقیمش هم میشه لی دیگه، و کریستینا هم داره، کریستینا هم که سوم شخص هستش، ایلور با اورش میشه ا دیگه، پس شد چلی ا کریستینا. خب دوستان، اینم از این کانستراکشن ایل وربو اوره، زمانی که در نقش فعل اصلی هستش و نشان دهنده مالکیت هستش، به همراه ضمایر مفعولی مستقیم بودش که براتون توضیح دادم. این رو هم روش تمرکز کنید، استراکچر خیلی پرکاربردی هستش، خیلی خیلی اینجا استفاده میکنن، زیاد میشنویم. امیدوارم که خوشتون اومده باشه، اگر اینطور هستش برام لایک کنید و طبق معمول دوست داشتین کامنت بذارین، نظراتتون رو برای من بنویسین، خیلی هم ممنون میشم. برای اینکه کانال من رو به کسایی که علاقه دارن به زبان ایتالیایی، اگر که دوست دارید معرفی کنید، خیلی هم ممنون میشم. تا فردا، چاو.